سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. خیلی خوش اومدین به کانال من. اگر از دنبال کنندگان قدیمی تر کانال من باشین، میدونین که هدف اولیه و اصلا اصلی این کانال همیشه این بوده که راجع به ادبیات و فلسفه صحبت کنه. توی چند وقت گذشته به دلیل اتفاقاتی که توی زندگی شخصی خودم من افتاد، یکم از این فضا دور شدم، ولی واقعا دوست دارم که به این فضا برگردم و به همین دلیل یه پلنی رو چیدم که امیدوارم که گرفتاری های مختلف پیش نیاد و جلوش رو نگیره و بتونم این برنامه تازه‌ای که شروع کردم رو ادامه بدم. و اون هم چیزی نیست جز مرور فلسفه غرب به صورت خیلی سریع و کوتاه. یعنی درسته که وارد جزئیات خواهم شد، اما هدفم واقعا اینه که چون دنیای امروز دنیای سریعیه و خیلی بیشتر از مدت زمان مثلا مشخصی حوصله نگاه کردن یک سری ویدیوها رو ندارن، اینکه بتونم خیلی سریع یه سری از مفاهیم فلسفی رو برای شما توضیح بدم. و میخواییم از همون اولش هم شروع کنیم، یعنی میخواییم که بریم و از در واقع شروع اصلا فلسفه غرب و اولین متفکرینی که پایه‌گذار و بنیانگذار فلسفه غربی بودن، یعنی افلاطون و سقراط، شروع کنیم و بعدش دونه دونه بیایم جلو و فلسفه ها و نظریات مختلف هر دوره رو در کنار فیلسوفان و متفکرین هر دوره با هم دیگه بررسی کنیم که توی یک مجموعه چند ده قسمتی بتونیم که یک مروری داشته باشیم بر فلسفه غرب. توی ویدیو امروز میخوام از همون اولش شروع کنم، یعنی میخوام برم سراغ در واقع میشه که بنیانگذاران و پایه‌گذاران فلسفه غربی و میخوام راجع به اونا براتون صحبت کنم. امیدوارم که با من توی این ویدیو همراه باشید بدون هیچ گونه فوت وقتی. برم سراغ سوالات. یه حالت در واقع پادکست یا ویدیوکستوری هم خواهد داشت، یعنی اینطوری نیست که یه اسکریپت، یه متن از پیش آماده شده داشته باشم. یه سری نکته دارم که حالا بر اساس اون نکات سعی میکنم که مطالبم رو بهتون بگم. پس بریم سراغ میشه گفت تولد فلسفه غرب. توی ویدیو امروز میخوام در مورد افلاطون و معلمش سقراط با همدیگه صحبت کنیم. ببینین، فلسفه و تفکر فلسفی غربی با ایده های افلاطون و معلمش سقراط شروع میشه. همونطور که همه میدونیم، در واقع میشه گفت افلاطون یکی از مشهورترین و تأثیرگذارترین فیلسوف غربیه. توی سال 427 قبل از میلاد به دنیا اومد و در کنار ایده های معلمش سقراط که سال 470 قبل از میلاد به دنیا اومده بود، تونستن که پایه‌گذار و بنیانگذار فلسفه غرب باشن. همونطور که بهتون گفتم، خود افلاطون متولد سال 427 قبل از میلاده و یکی از اولین فیلسوف‌های غربیه که ما آثار نوشته شدهش برامون مونده و این خیلی چیز مهمیه. یعنی تمامی آثاری که افلاطون تولید کرده و در واقع نوشته خوشبختانه موندن برای ما در طول تاریخ و ما میتونیم که به اون ایده ها به صورت دست اول دسترسی داشته باشیم. ایده های افلاطون هم انقدر جامع بودن که روی بخش های بسیار مهم و گسترده ای از فلسفه غربی تاثیرگذار بودن. اگه اون جمله معروف آلفرد نورث وایت هد رو در واقع شنیده باشین، توی یک عبارت خیلی معروف میگه که تمامی در واقع فلسفه غرب رو میشه به عنوان یک پاورقی به فلسفه افلاطون در نظر گرفت، که خب خود همین نشون میده که چقدر جایگاه افلاطون توی فلسفه غربی بزرگ بوده. اکثر نوشته های افلاطون یه شکل خیلی جالب و باحالی دارن، یعنی اکثرا شکل دیالوگ هستن، یه کانورسیشنی، یه مکالمه ای رخ میده و در طول این مکالمات که معمولا دو یا چند نفر درگیرش هستن، یه سری ایده های فلسفی برای ما توضیح داده میشه و به تصویر کشیده میشه. این شکل از نوشتار در واقع خلاقیت خود افلاطون بود، یعنی کسی بود که خودش تونست این شکل از نوشتار رو شروع کنه و اون رو سر زبون ها بندازه.
و از طریق همینه که ما میتونیم با یعنی از طریق همین روش نوشتنش و حضور شخصیت سقراط توی نوشته های افلاطون و اون دیالوگ هایی که با اطرافیانش برقرار میکنه، ما میتونیم حتی ایده های سقراط رو هم از طریق افلاطون متوجه بشیم، چون میشه گفت که اصلی ترین شخصیت و مهمترین شخصیت حاضر در کتاب ها و اون دیالوگ های افلاطونی شخصیت معلم افلاطون یا سقراطه. همونطور که بهتون گفتم، خب افلاطون آثار نوشته شده بسیار زیادی داره که برای ما موندن، اما ما آثار نوشته شده از سقراط نداریم و درکمون از سقراط و آگاهیمون نسبت به نظریات و ایده های سقراط از طریق نوشته های افلاطونه. خود سقراط توی یه خانواده نسبتاً ثروتمندی توی آتن به دنیا اومد و شغلای مختلفی هم داشت، یعنی مثلا یه سنگکار بود در واقع، بعدش هم به عنوان یه سرباز یه مدتی خدمت میکرد و بعدها و در بخش حالا میشه گفت دوم زندگیش در واقع از یه سنی به بعد به فلسفه روی آورد. همونطور که بهتون گفتم، ما متاسفانه اثر چاپی یا نوشته شده یا سقراط نداریم و بیشتر ایده هامون در مورد سقراط از طریق چیزایی که باقی نویسنده ها و فیلسوف ها راجبش بهمون گفتن. این مسئله رو، یعنی این موضوع رو توی فلسفه غربی بهش میگن مسئله سقراط، Socratic problem، یعنی این که خب ما هیچ تکستی از سقراط نداریم اما ایده هاش رو میدونیم چیه، ولی این ایده هاش رو از طریق باقی افراد فهمیدیم و حالا این که چقدر اون ایده ها قابل اعتنا هستن دیگه اون خودش یه بحثیه که باید بهش پرداخت و اصلا همین هم باعث شده که ما این اصطلاح رو توی فلسفه غربی داشته باشیم، مسئله سقراط. حالا بریم ببینیم این دیالوگ های افلاطونی که سقراط هم توش حضور داره بیشتر حول محور چه موضوعاتی میچرخه. ببینین، دیالوگ های افلاطونی بیشتر در مورد این هستن که چطور یه جامعه سالم و موفق داشته باشیم. واقعا راجع به همینه، یعنی خصوصیات و ویژگی های جوامع موفق و سالم چیه. توی این دیالوگ های افلاطونی خود افلاطون و سقراط بیشتر در مورد یه جنگی صحبت میکنند که توی اون زمانهای قدیم بین دو تا شهر معروف آتن و اسپارتا رخ داد. اسم اون جنگ هم هست جنگ های پلوپنیژن وارز. پس بین آتن و شهر اسپارتا یه جنگی رخ میده. حالا آتن توی اون زمانها مرکز دموکراسی و نمیدونم از نظر تکنولوژی پیشرفته بودن و مرکز فرهنگ و افراد فرهیخته و اینها بود. پس آتن رو توی اون دوره ما به این ویژگی ها میشناسیم. دموکراسی توش برقرار بود، از نظر فرهنگی بسیار پیشرفته بودن، آدمای فرهیخته ای توش بودن و از نظر تکنولوژیکی هم بسیار پیشرفته بود. در مقابل اسپارتا هیچ کدوم از اینا رو نداشت و وقتی که این جنگ رخ داد تصور غالب بر این بود که قطعا آتن برنده این جنگ خواهد بود، اما این اتفاق رخ نمیده. یعنی برخلاف تصور همه و چیزی که میگفتن قطعا آتن برنده این جنگ خواهد بود، آتن این جنگ رو میبازه و یه سوال خیلی بنیادین پیش میاد که این سوال در دل دیالوگ های افلاطونی نهفته است، این که چه چیزی باعث شکست آتن شد؟ چه چیزی توی این جنگ باعث شکست آتن شد؟ یه سوال دیگه ای هم که خیلی حالا مرتبطه ولی توی همین دیالوگ ها بهش پرداختیم شده اینه که حالا اگر آتن بخواد درس عبرتی بگیره و احیانا جنگ دیگه ای در ادامه رخ بده و این دفعه دیگه آتن بخواد پیروز جنگ بشه، باید از چه اشتباهاتی دوری کنه، چه چیزهایی رو تقویت کنه توی خودش؟ پس این دوتا سوال در دل دیالوگ های افلاطونی که ما داریم نهفته است. در تلاش برای جواب دادن به این دوتا سوال
دیالوگ های افلاطونی سعی میکنن که جامعه آتن و فرهنگش رو نقد کنن تا بگن این مشکل و این مشکل و این مشکل رو داشته و اگه اینا رو برطرف کنه میتونه در آینده موفق باشه. حالا چه مشکلاتی توی جامعه آتن بوده به عقیده افلاطون و سقراط که باعث شکست شده؟ یک، رواج سفسطه‌گری، یعنی اسمشو میذارن سوفیستری. خود سوفیستری توی انگلیسی به هر گونه آرگیومنت و نمیدونم استدلال خیلی چیپی اطلاق میشه که خیلی بر اساس چیز نبوده، یعنی بر اساس منطق و دلایل و شواهد نبوده. یعنی میگن که جامعه آتن به جای اینکه بیاد خودش رو بر اساس مثلا شواهد و در واقع منطق و اینها بنا کنه، به یه سری آدمایی فضا داده که این آدما آدمای سفسطه‌گری بودن، یعنی اومده یه سری استدلال رو مطرح کردن بدون اینکه بخوان اثباتش کنن، استدلال هایی که درست به نظر میرسن ولی درست نیستن. یه نکته دیگه ای که میگفتن متاسفانه یه مشکلیه که توی جامعه آتن وجود داره اینه که علم سخنوری خیلی داره بهش توجه میشه، یعنی اینکه همه میان فقط به این فکر میکنن ما چطور بتونیم یک سخنرانی متقاعد کننده ای داشته باشیم، persuasive speech. اینم باز به نظرشون یه مشکلی بود، حالا بهش میپردازیم توی درس گفتارهای بعدیمون که اینا هر کدوم چی هستن و چی میگن و منظورمون ازشون چیه. یعنی میگفتن که به جای اینکه باز بیان یه سری چیزای دیگه بپردازن، فقط فوکسشون روی رتوریکه، یعنی فوکسشون روی سخنوری جذابه. و نکته سومی هم که باز بهش میپردازن اینه که ادبیات و شعر و نمیدونم اسطوره شناسی توی این شهر رواج داره به جای چیزای دیگه. حالا میگم شاید اینا رو بهتون وقتی دارم میگم بگین که خب اینا هیچ کدومش که بد نیست، سخنور بودن که چیز خوبیه، نمیدونم شعر و ادب و نمیدونم اسطوره شناسی مگه چیزای بدیه؟ باید ببینیم تعریف افلاطون و سقراط از اینها چی بوده و چرا بهش نقد دارن که توی ویدیوهای بعدی بهشون خواهیم پرداخت. پس این نقدها در واقع در زمان خودشون چیزهای واقعا انقلابی بودن، شاید الان ما برامون بگیم خب چی گفتن اینا، ولی در زمان خودشون یه چیز انقلابی بودن که بیای نقد کنی مثلا سوفیست های اون دوره رو، بیای نقد کنی مثلا علم سخنوری یا رتوریک اون دوره رو، بیای نقد کنی شعر و ادب و اسطوره شناسی اون دوره رو. این نقدها نقدهایی بودن که افلاطون و ارسطو نسبت به آتن داشتن توی اون دوره و اتفاقا بیان کردن همین نقدها هم باعث میشد که مثلا میگم توی این کتابا میخونیم که مثلا شخصیت سقراط با اون همه جایگاه و مرتبه‌ای که داشته به دلیل بیان چنین نقدهایی نسبت به جامعه آتن اصلا بهش انگ این رو دادن که تو داری جوانهای ما رو منحرف میکنی، یعنی corrupting the youth، تو داری این جوانهای ما رو به انحراف در واقع میکشی. پس نقدی که ما افلاطون و سقراط به جامعه دارن اینه که سوفیستری افزایش پیدا کرده. یعنی چی؟ یعنی استدلال هایی که درست نیستن. پویتری و میثولوژی وجود داره، یعنی ادبیات و اسطوره شناسی وجود داره که راجب داستان‌های فرضی و خیالی هستن، راجب افراد واقعی نیستن. چرا من باید راجب یه فرد خیالی مثلا بخونم؟ و از اون ورم علم سخنوری رواج پیدا کرده که کل دغدغه من اینه که چطور بتونم با خوشگل صحبت کردن مردم رو متقاعد کنم. و به نظر افلاطون و ارسطو اینها همشون نکات بدی بودند و در واقع به عقیده افلاطون و سقراط نتیجه همه اینها باعث شده که آتن در ظاهر قوی به نظر برسه ولی در باطن مشکلات زیادی داشته باشه، که مثلا توی جنگش با اسپارتا با شکست مواجه بشه. ویدیو امروز رو میخوام همینجا به پایان برسونم. این میشه قسمت اولمون از این مجموعه جدید فلسفه. توی مجموعه بعدی، توی قسمت بعدی به این میپردازم که حالا خب انتقاد میکنن افلاطون و سقراط، خب راه حلشون چیه؟ یعنی میگفتن که
راجب خب چی بید؟ یعنی جامعه باید چه چیزی داشته باشه که خودش رو بتونه تقویت کنه. و همینطور در طول حالا ویدیوهای آینده میریم جلوتر و با نظر افراد مختلف توی یه سری ویدیوهای بعدی میریم سراغ ارسطو که یکی دیگه از فیلسوفان بسیار معروف یونانی بود. بعد میریم سراغ مثلا سینیک های در واقع یونان باستان، میریم سراغ استویک ها یا پیروان فلسفه رواقیگری. بعد همینطور قسمت به قسمت میایم جلو و با فیلسوفان معروف و تفکراتشون و نظریاتی که داشتن آشنا میشیم. توی ویدیوی بعدی درس گفتار دوم میریم سراغ عقاید افلاطون در مورد اینکه اون سه تا رو اگه نباید داشته باشیم، سوفیستری، پویتری اند میثولوژی و رتوریک، خب به جاش باید چی رو داشته باشیم؟ به چه چیزی باید اولویت بدیم که جامعه ما جامعه موفقی باشه؟ امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشین. لطفاً اون رو با دوستانتون هم شیر کنین، مخصوصاً کسایی که به فلسفه علاقه دارن. تا ویدیو بعدی مواظب خودتون باشین و خداحافظ.